د کابل لویدیځ څنډه کې چاودنې زیاتې شوې دي. تازه نن په دوو پرلپسې چاودنو کې چې د کابل په وخت مازدیګر وشوې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې پیښو کې اووه ملکي وګړي وژل شوي او له اتو ډېر نور ژوبل دي. په کابل په ځانګړې توګه لویدیځ څنډه کې د امنیت د تامین په برخه کې آیا د دولت یوازې وظیفه دا ده چې رپورټ ورکړي څو وژل شوي څو ټپیان دي، که تر دې اخوا د مخنیوي لپاره هم باید ګامونه واخلي؟ که د ولسوالیو په کچه د سقوط حالت افتضاح تر حده رسیږي نو پلازمینه کې ولې حداقل مخنیوی نه کیږي؟ دا هغه څه دي چې په دولتي نیوکې زیاتې کړي. موږ تم کیږو په دې بحث کوو پوځي چارو تحلیلګر نجیب الله ابوالفضلي دا شیبه راسره له پلازمینې پر لیکه دی. جناب ابوالفضلي ډېر ښه راغلاست، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه منلې ده. په کابل کې د وروستیو دوو چاودنو او دا د هغه سیریز یا لړۍ په توګه چې له ډېرې مودې راهیسې اوس تقریبا څو میاشتې کېږي شدت یې موندلی دی، تاسې ورته له کومې زاویې ګورئ او دولت یې ولې په مخنیوي کې پاتې راځي؟ سلام و درود خدمت شما و تمام بیننده های عزیز که امیل لحظه تلویزیون جهانی آرانا نیوز را میبینه، خدمت شما عرض و ارائه دارم. اما بعد من میخواهم روی چند موضوع همونطور خلاصه اشاره بکنم. بدون شک مدتی مدیدی شده که عملات تروریستی دهشت و وحشت در سراسر افغانستان، خصوصا دامنگیر پایتخت افغانستان کابل و مخصوصا در ناحیه 13 و 6 و 18 شده و غرب کابل را مورد هدفمنده های مشخص قرار میدهد. بدون شک ما شاهد هستیم که هر روز ما یکی دو انفجار در نقاط مختلف داریم که اینها ناشی از این بوده میتونه. مواردی زیر ما در قسمت یادآوری میکنیم: یک، غفلت نیروهای امنیتی و ارگانهای کشفی نیز یک عامل بوده میتونه در قسمت این دهشت و وحشت و این انفجارهایی که در نقاط مختلف غرب کابل صورت میگیره. موضوع دومی که بیکاری و فقر مردم آنچنان به حد رسیده که مردم در یک حدی از مادیات اندک اجیر میشه و تا مواد و موضوعات را انتقال بده و باعثی از این شود که عامل از این شود که همچی قضایا رخ بدهد. این دو موضوعات. سوم موضوعاتی است که حمله های هدفمندانه ای که ما میتونیم ریشه از را بر نسل کشی بالای مردمی تشیع یا آزاری افغانستان نیز مرتبط بسازیم و نیز را خطاب بکنیم که این هم بوده میتونه یه مگوالی عوامل بسیار دقیق و بسیار اساس و بسیار قوی که بدون شک همه ای را تحلیل کرده و این موضوع هم ثابت است. موضوع چهارم افزایش عملیات های گروهی وحشت و دهشت طالبان نیز از اثراتی در این انتحارها و این انفجارها و این اخلال های نظم عامه و این کشتارها و این کسانی که در این جنب بوده میتونه که زخمی داریم، ما شهید داریم، او همینجا باعث عزیز که نقش برجسته خود در این قسمت داشته. و همچنان موارد پنجمی است که عدم شایسته سالاری در نهادهای امنیتی و ارگان های کشفی ما نیز یکی از عوامل مهم این موضوع است که نمیتونه ساحه امنیتی یا ساحه مسئولیت خود را مدیریت درست بکنه تا اینکه همچون قضایا رخ میده و مردم در هرج و مرج قرار میگیره. و همچنان موضوع ششم را ما اشاره بکنم که بسیار مهمتر از همه است که مردم افغانستان نیز خواهد تایید کردن و انشاءالله که به یک چیز ثابت خواهد بود: مشوره دهی و معامله های غیر مسلکی و غیر منتظره بعضی از رهبران سیاسی که خود را در سراسر افغانستان یا در نقاط مختلف یا مخصوصا در غرب کابل خود را تکهدار میداند، مشوره های بیجا و خطاب های بیجا از اونها در مقابل گروه های دهشت و وحشت و توریستان و همچنان معامله های بیجا از اونها در مقابل با ارگ و ارگ نشینان از عوامل دیگه بوده میتونه که باعث یزی شده که در اواخر با حمله های توریستی دهشت و وحشت گروه طالبان و سایر گروه هایی که با اینا وابسته هستند از طریق افراد مظلوم بیچاره و کسایی که اجیر میشن اصلاحات دامن میزنن و همچه قضیه رخ میده. اینها از جمله موارد مهمی قضیه بوده میتونن. هغه څه چې تاسې اشاره درلوده و موارد چې پر یوې جلا بحث کېدی خو راځي دته چې دولت په دې مقابل کې په دغه ټولو اړخونو کې چې تقریبا تاسې اشاره درلوده مسؤلیت لري مخه ونیسي، مخنیوي کې ولې دولت ناکامیږي؟ اساسي پوښتنه دا نه ده؟ بدون شک وظیفه و مسئولیت اصلی حکومت هر کشور مخصوصا حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت هر شهروند به طور درست
و یکی از مسئولیت ها و وظایف اصلیشان است که در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور گنجانیده شده. اما متاسفانه حکومت آنقدر ضعیف و ناتوان است که حتی دو موضوع اینجا میتونیم اینجا اشاره بکنیم. یکی موضوعی که خود حکومت توانمندی مدیریت و کنترل و امنیت مردم و شهروندان افغانستان را نداره، و موضوع دومی است که یک سلسله برچسب ها و اجراعات خاصی را که حکومت اصلا نمیخواهد که بعضی موضوعات را مدیریت بکنه و تامین امنیت بکنه، در پشت بعضی قضایا غیر مستقیم بعضی دوستای ما در بدن حکومت است، اینا هم نگفته نمیتونه. ما مثلا سربازایی داریم که افسرا و ساتنمنا و سربازای قوای امنیتی ما در نقاط مختلف افغانستان اسیر میمونه 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت در محاصره دشمن قرار دارن، حکومت هیچ گویا نشنیده و ندیده، در حالی که تمام امکانات ما در مرکز قوای منتظره، قوای امنیتی، دفاع داخله، قطعات خاص اردو، پلیس، همه امکانات قرار داره، نیروهای هوایی، نیروهای زمینی، دفاعی، محاربه ما، از هیچ کدامش به خاطر نجات از سربازا در نقاط مختلف استفاده نمیکنه، و چون که میفهمیم که یک سلسله بادرهای از اینا در بیرون از افغانستان در داخل اینا را اجازه ای عملیات نمیتن، یا اینا خودشون برای از اونها وعده داده که ما همچون موضوع مدیریت میکنیم. این موضوع دیگه و موضوع همچنان موضوعاتی که در ولایات نمیتونه مدیریت بکنه یا نمیخواد مدیریت بکنه یا نمیخوام بکنه، این نمونه غرب کابل یا نمونه که انتحارایی که در کابل انجام میشه یک از اون نمونه ها بوده میتونه. هیچ پلان نجوریږي په سر پر لپسې توګه تقریبا په اونۍ کې له دوه نیولې تر پنځو ځلو هم دا ډول یو کار په دې وروستیو شلو ورځو کې شوی دی، خو هیڅ پلان خاص په سیمه کې د خلکو په وینا چې نه لیدل کیږي، په دې برخه کې دا پلان جوړونه د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې د کورنی نظم د تامین په برخه کې له هغوی اضافه مسؤلیتونو چې اوس یې اخیستي او ورته غاړه شوي هغه دا ده چې باید مخه ونیسي. نو تاسو څه فکر کوئ چې ولې یو پلان نه تنظیمیږي په دې برخه کې؟ یعنی ساحه لیدل کیږي د هغو عواملو مخې چې ځینو ته یې تاسو اشاره درلوده، په پرله پسې توګه هدف ګرځول کیږي چې زیاتره یې چسپکي ماینونه دي، او اوس په دې وروستیو کې په ټونس ډوله مسافرلونکو موټرو باندې دا پیښې زیاتې شوې دي، خو هیڅ نوی اقدام نه لیدل کیږي په دې برخه کې. ستاسو څرګندونې څه دي؟ یوازې دوې دقیقې وخت لرو. بدون شک ما در قوای امنیتی خصوصا در وزارت امور داخله ما وزیر غیر مسلکی داریم، وزیر صاحبی که فعلا اینجا آمده یک مامور ملکی بوده، یک مامور ملکی را در یک وزارت داخلی کشور اصلا چی که به وزارت داخله را رهبری بکنه یا مدیریت بکنه؟ بنوان ما همین لحظه به بایس کارشناس نظامی یا کسی که وضعیت جامعه را میدونم یا بایس کسی که یک چند روز در مکتب ملکی و نظامی درس خوانده، از رئیس جمهور، از رئیس شورای امنیت دکتر صاحب مهی و از کسایی که در رس است، ای خواهش دارم که هر چی برادر عاجل به خاطر حل مشکلات مردم و موضوعات امنیتی در رس سه قوی امنیتی با حفظ رئیس عمومی امنیت ملی که به آدم توانمند مستقی از زمانت خود میکشه، وزیر سیم داخله هر چاجل کسی دیگه بیا، مقامات امنیتی شایسته سالاری تامین شود، در غیر از او وضعیت از این بدتر میشه، به نظمی به اوج خود رسیده، مدیریت وجود نداره، ناهماهنگی بین قوای امنیتی وجود داره. تا این موضوعات حل نشود، تا سکتور امنیتی و وزرای امنیتی چه و آدم های برجسته و دلسوز و لایق و نظامی و مستقی در رست نوید، فکر میکنم وضعیت از این کدام بدتر میشه. مدنی فعال نجیب الله بوالفضلی را سره په دې بحث کې، او دا خبری پروگرام پای ته رسو، د سولې پروگرام کې هم را سره ملتیا وکړئ.